چرا شما هنوز سینگل هستید؟ برای دیدن این ویدیو با من رحسان افشار همراه شوید. شما هنوز شناخت کاملی از خودتون ندارین. تا زمانی که خودتون رو خوب نشناختین، نمیدونید که از زندگی یا از پارتنر خودتون چه انتظاری دارین و یا ممکنه فکر کنید برای پر کردن خلأ وجودتون نیاز به پارتنر دارید، که این اشتباه است. یک رابطه هیچ وقت باعث نمیشه شما احساس تکامل کنید. شما در اون رابطه هم ممکنه احساس تنهایی کنید. پس سعی کنید قبل از رفتن به دنبال نیمه گم شده روی خودشناسی و تکامل خودتون تمرکز کنید. شما از یک رابطه توقعات غیر واقعی دارید. این که منتظر باشین تا کسی واقعا سزاوار شماست رو پیدا کنید یک ارزش هست و بسیار کار درستی هست، ولی باید دقت کنید این استانداردها اونقدر بالا نباشه که اصلا فردی با این ویژگی ها پیدا نشه. هرچی باشه ما همه انسان هستیم و بدون نقص نیستیم. اگه مدت زیادی است که حتی یک نفر به خواسته شما نزدیکم نبوده، ممکنه توقع شما از رابطه با واقعیت فاصله داشته باشد. شما هنوز دلشکسته هستید. آیا به دنبال رابطه جدید هستین ولی هنوز در فکر عشق قبلیتون هستین؟ شاید فکر کنید اگه فرد جدیدی وارد زندگیتون بشه میتونید قبلی رو فراموش کنید، ولی عجله کردن در رابطه جدید فکر خوبی نیست. مهم نیست یک هفته از رابطه قبلی گذشته باشه یا یک سال. اگه هنوز احساس دلشکستگی میکنید، باید روی خودتون کار کنید که کاملا بهبود پیدا کنید. قبل از شروع هر رابطه‌ای شما باید از تجرد خودتون لذت ببرید و بعد شخص دیگری رو وارد زندگیتون کنید. شما از تعهد میترسید. تعهد و صمیمیت در رابطه دو تا از موارد ضروری برای پیش بردن یک رابطه خوب هستند. آیا شما فقط هیجان رابطه جدید و عشق رو میخواین و به تعهد دادن علاقه ای ندارید؟ اشکالی نداره که از تعهد بترسید، ولی باید دلیل اون رو پیدا کنید و سعی کنید که با اون روبرو بشین، زیرا تا زمانی که از تعهد فرار کنید، طرف مقابل نیز از شما فراری هست. شما برای رابطه عاطفی و شناخت طرف مقابل وقت کافی ندارید. شاید شما اونقدر سرگرم کار، تحصیل، خانواده هستین که وقتی برای آشنایی با فرد جدید ندارید. قطعاً با شرایط شما پیدا کردن پارتنر دشوار هست. اگه هنوز جوان هستین میتونید رابطه رو به بعد موکول کنید، ولی اگه عجله دارین باید برای این مسئله خیلی جدی زمان بذارید. شما خودتون انتخاب کردین که سینگل باشید. اگر میخواین اول روی بخشای دیگه زندگیتون تمرکز کنید، هیچ اشکالی نداره. به هر دلیلی که میخواین رابطتون رو به تأخیر بیاندازید، مشکلی نداره. باید با خودتون صادق باشین که چه چیزایی براتون اولویت داره. همه به روابط برای احساس خوشبختی نیاز ندارن. هر چیز را به زمانش انجام دهید. مرسی از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. دوستان عزیز که ویدیو رو دوست داشتین، حتما نظر خودتون رو کامنت کنید و ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.